خامنه ای در روزهای پایانی تیر ماه 1402 دستور راه اندازی گشت های جنایتکارانه ارشاد را مجدداً صادر کرد. اما پیش از راه اندازی این گشت ها تمامیت نظامش را در بحرانی دیگر فرو برد. بحران وحشت از برافروخته شدن شعله های قیام. روزنامه فرهیختگان وابسته به علی اکبر ولایتی مشاور خامنه ای نوشت اتفاقات سال گذشته در اذهان عمومی به تصویر ونهای گشت ارشاد گره خورده و استفاده مجدد از این شیوه کنترلی تداعیگر سیاست‌های شکست خورده گذشته است. یعنی هشدار می‌دهد که قیام در چشم‌انداز است. معین‌الدین سعیدی عضو مجلس رژیم هم گفته است اجرایی شدن دوباره گشت ارشاد آثار جبران ناپذیری خواهد داشت. پاسدار منتظر المهدی سخنگوی سرکرده انتظامی رژیم هم در وحشت از قیام مردم گفت به هیچ عنوان ونهای گشت ارشاد به خیابانها بر نمی گردن و هیچ خودرویی با بغل نویسی گشت ارشاد در خیابانها دیده نخواهد شد. گشتهای خودرویی و پیاده پلیس که پیش از این هم مردم آنها را در خیابان دیدند در کنار تمام مأموریت‌های قبلی اگر مواردی از پوشش‌های نامتعارف را ببینند به افراد تذکر لسانی می‌دهند. این در حالی است که در همان شب اجرایی شدن این پدیده اخبار دستگیری‌ها بر سر حجاب منتشر شد. نیروهای سرکوبگر رژیم در رشت که قصد دستگیر کردن 3 تن از زنان را داشتند با اعتراض مردم مواجه شدند و مردم با شعار مرگ بر خامنه‌ای این مأمورین سرکوبگر را مجبور به فرار کردند. بله، گزارش رو با هم دیدیم. برای بررسی این موضوع دعوت کردیم از آقای ابوالفضل فولادوند. آقای فولادوند، ضمن سلام به شما و متشکریم که دعوت ما رو پذیرفتید. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. خواهش میکنم. آقای فولادوند، این چند روز تحولات زیادی در مورد گشت ارشاد و بودن یا نبودنش در رسانه‌ها و همینطور محافل رسمی رژیم مطرح شده. اگه میشه توضیح بدید که چی شد این ماجرا، از کجا شروع شد و الان کجای کار هستیم؟ توی خبرهای خودتون هم من الان دقت میکردم بود، از 25 شروع شد، 25 تیر، یک شنبه 25 تیر، همون پاسدار منتظر المهدی که شما در خلاص خبراتون گفتید اومد و اعلام کرد حضور مجدد گشت ارشاد رو در خیابونهای ایران. ببخشید، ولی بلافاصله روز دوشنبه، یعنی پس، یعنی فردای همون روز، ما با یک آشفتگی در مواضع رژیم روبرو شدیم و مقاماتش، به این ترتیب که همون خبر 25 روز 26 به این ترتیب منعکس شد که تسلیم، همون خبرگزاری که اومده بود گفته بود گشت برقرار شده، ساعت 16، ساعت 4 بعد از ظهر دوشنبه اومد تأکید کرد که این گشت هست و ادامه داره کارش، اما ساعت 10 شب همون دوشنبه، یعنی دیشب، برگشت و گفت که ما نگفتیم که ماشین های گشت ارشاد میان و همچین داستانی صحت نداره، پلیس هست و کار خودش رو میکنه. در این حال مطرح شد که مقاماتی از دولت تماس گرفتن، بعضی رسانه های حکومتی و بعضی رسانه های دولت، یعنی دولت رئیسی منظورم، تماس گرفتن و تکذیب کردن دستور سران سه قوه رو، چون منتظر المهدی اگه یادتون باشه گفت که حضور گشت ارشاد و بازگشت گشت ارشاد به خیابونها با دستور و موافقت سران سه قوه انجام شده، مشخصا از رئیسی و وزیر کشور و مقننه، هم رئیس قوه مقننه یعنی قالیباف هم اسم برد. اما بعد اومد و گفت که همچین چیزی نیست و اینا تماس گرفتن با ما، گفتن، تکذیب کردن، گفتن که ما همچین چیزی نگفتیم، یعنی دولت رئیسی و سران قوا گفتن که ما همچین چیزی نگفتیم، که خبرگزاری تسلیم هم که خودش در واقع ختم تمام یا سرآمد همه این سیستم های دروغ پراکنی و تروریستی، برگشت گفت که خب اگر کسی قراره بیاد تکذیب کنه، چون ما خبر رو اینان داریم که منتظر المهدی همچین حرفی زده، اگر کسی قراره تکذیب کنه خود منتظر المهدی بیاد و تکذیب کنه. یعنی یک گیجسری. الان هم اگر شما طی همین امروز هم نگاه کنید به رسانه‌هاشون، می‌بینید که اینا مستمرن در رفت و برگشت همین بحث هستن. یه عده‌شون میگن که
بله باید با شدت ادامه داد. بعضیاشون هم میگن که نه آقا مواظب باشید، این خود براندازی است و فلان و از این صحبت ها. این در واقع اون چیزی بود که تصویر خیلی مختصر اما کلی بود که باید در پاسخ شما من میگفتم. بله متشکرم. اما سوالی که پیش میاد اینه که چرا اساساً رژیم وارد چنین روندی شد؟ آیا نمیدونست که راه اندازی مجدد گشت ارشاد چه هزینه هایی براش داره؟ بله میدونست. ببینید منتها این ویژگی دیکتاتوریه. دیکتاتوری یعنی چی؟ دیکتاتوری یعنی اینی که آقا ببین یک اقلیت چند درصدی میخوان به بیش از 90% مردم حکومت کنن، خب باید با زور حکومت کنن، با اعمال قدرت و قهر حکومت کنن. این اون خاصیت و ویژگی دیکتاتوری، هر دیکتاتوری همینجوره. فقط این دیکتاتوری، هر کی که دیکتاتوری بخواد بکنه باید همین کار رو بکنه. کسی که میخواد حاکمیت یک اقلیت بسیار محدود رو به یک اکثریت بسیار بزرگ اعمال بکنه، خب باید بیاد سرکوب بکنه. اینا نیازشونه، سرکوب نیازشونه، نیاز ضروری و ذاتی بقای این حکومته. کما اینکه مگه ما توی همین چند روز اخیر مگه ما تنش‌های اجتماعی کم داشتیم؟ شما الان خودتون گفتید اعتصاب، تظاهرات بازنشستگان، تظاهرات معلمان، تظاهرات معلولان، نمیدونم انواع و اقسام. این جامعه است، لیوانی است که پر شده. این یک قطره فقط نیاز داره. اینا هم میدونن که صبر مردم لبریز بشه. حالا یک روز این صبر مردم با گرونی تخم مرغ لبریز میشه، یک روز نمیدونم با گرونی بنزین لبریز میشه، یک روز هم با فشارهای اجتماعی و سرکوب زنان که ذاتی این حکومته. اینا باید سرکوب بکنن، اگر نه میدونن که زمام امور از دستشون در میره. این حکومت حکومتی است که میدونه که قیام های متعددی در جلو راش انتظارش رو میکشن. در همین تابستون تا همینجا هم که تا اینجا کنترل کرده، در واقع بسیاری از قیام ها رو در واقع از سر گذرونده، خیزش ها رو از سر گذرونده. یک حکومتی است که به شدت الان آسیب پذیره، مقاومتی داره که بسیار قوی و کارآمده و کانون های شورشی وجود دارن که قبراق سر حال و روپا دارن کار خودشون رو میکنن. این اون وضعیتی که این با شوبروس طبعاً اگر میدونه باید سرکوب بکنه که نگه داره، اگر نه مردم رو زمین گیر نکنه مردم میزننش زمین. از اون طرف هم میدونه که سرکوب یک حدی داره، اگه یک این خودش هم دیگه الان حواسش جمعه، یک قطره اضافه بشه ممکنه به قیام و خیزش های بزرگ اجتماعی منجر بشه. این اون بحرانیه که با شوبروس که باید سرکوب بکنه اما توان سرکوب رو نداره. یعنی میدونه که اگر از یه حدی بگذرونه لول رو، فقط کافیه یک کمی اون پیش سرکوب رو اضافه کنه ببره بالا ولومش رو، به قیام تبدیل میشه. این الان در یک وضعیت بحرانی اینطوریه که باید بالانس بکنه که بکنه سرکوب بکنه یا سرکوب نکنه یا چقدر سرکوب بکنه. خودش میدونه. به هر حال الان اومده با این وضعیت، هنوزم به نظر من تموم نشده، به خاطر اینکه قیام تموم نمیشه، به خاطر اینکه مسئله حاکمیت تموم نمیشه، مسئله حق حاکمیت مردم تموم نمیشه، مسئله آزادی ها تموم نمیشه. به این خاطر هم هست که به شدت درگیره. کما اینکه الان هم همین امروز الان هم که من میامدم خدمت شما، هنوز بعضی از رسانه ها و نهادهای رژیم میگن که باید با شدت ادامه بدیم همین طرح سرکوبی ارشاد رو. خب یه عده میگن که نه، اینا الان درونشون یک همچین وضعیتی و این بازتابی است از واقعیتی که در جامعه وجود داره. بحران سرکوب و بحران دستبستگی در سرکوب از ترس انقلاب، در از ترس انقلاب باید سرکوب بکنه، از ترس انقلاب باید این سرکوب کنترل شده باشه. این اون وضعیتیه که این دو سه روز ما به عینه شاهدش بودیم. بله خیلی متشکرم از شما، تصویر خیلی روشنی از بنبست سرکوب در دیکتاتوری ولایت فقیه ارائه دادید. سپاسگزارم از شما.